در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. در صراط المستقیم ایدر کسی گمراه نیست. اینستاگرام ما را بستن، چندین هزار اینستاگرام تولید شد. تلگرام ما را بستن و قطعا چندین هزار تلگرام تولید خواهد شد. درسته که آمار ویورهای هر ویدیو تغییر خواهد کرد، ولی ما چون بالای 200 میلیون 300 میلیون با فیلم های یک دقیقه ایمون ریستارت ویو داشته، دنبال ویو نیستیم. دانلود کنید از توی تلگرام پستو نیوز و پخش کنید. مهم شنیدن برنامه ریستارت. و چون جمهوری اسلامی ما را هک نکرد بلکه مدیر تلگرام ما را بست، من احساس کردم که شاید قراره که ریستارت قطع بشه. تا امروز صبر کردم برای همین، اما خوشبختانه ریستارت آمده است تا برویم. خوش آمدید به 126مین قسمت ریستارت، معجزه 7 قرن. ولکام. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمرغ عطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه
نیست. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. 126مین قسمت ریستارت، بسته شدن کانال تلگرام ما توسط خود تلگرام و مدیر تلگرام یه سری چیزای خوب داشت و یه سری چیزای بد. چیزای خوبش این بود که در سر تا سر جهان در چند میلیون کانالی که در تلگرام هست، یکی از چند مدیای برتر جهان اسم کانال ما رو آورد. این خودش اگر هیچش نبود با ما میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلیست. و همین که اسم کانال ما یعنی ماری استارتی ها در مدیاهای بزرگ جهان گفته میشه، نشانگر قدرت میلیونی ریستارتی هاست و نشانگر اثرگذاری شدید شما در جامعه ایران. وگرنه میتونست نام دیگری رو بیاره یا بدون نام کلن کانال رو قطع کنه یا اصلا حرفی از ما نزنه. نمبر تو این که از شما به نوعی عذرخواهی کرد، یعنی گفتش که مدیر تلگرام که لیدر ریستارتی ها حرف ما رو گوش نکرد و ما مجبور شدیم که این کانال رو ببندیم. این دقیقا یک نوعی عذرخواهی بود از شماها، یعنی درسته که زیرا به ما رو زد ولی به ریستارتی ها احترام گذاشت، به همین خاطر ما هم براش احترام قائلیم. نمبر 3 این که یک سال تلگرام ما بسته نشد و اطلاعات ما به جمهوری اسلامی توسط تلگرام داده نشد و این به نظر من ارزش داشت برای این که ما تونستیم 13-14 ماه برنامه ریستارت رو بریم و اون تکانی که باید میخورد خورد. حالا اگر همچین اتفاقی افتاده، هر چه پیش سالک میاد حتما خیر اوه و حتما هم خیر ماست. همینطور که یه خورده هم ناراحت شدیم وقتی اینستاگرام ما بسته شد و بعد دیدید که چه ارتش نیروی هوایی قوی تولید شد، کما اینکه در همین قضیه هم اتفاق خواهد افتاد. به هر حال شما یک نفر میتونه به راحتی دانلود کنه از توی تلگرامی که در هستو نیوز و husseinih3tv@gmail.com هم جیمیل بنده است و عرضم حضور شما که یه دونه کانالم هست که ریستارت ها رو به ترتیب گذاشتیم برای دانلود کردن شما، اون هم در پستو نیوز گذاشته خواهد شد. اما چیزای بعدی که اتفاق افتاد اینه که وقتی کانال تلگرام بسته میشه و کانال ریستارت بسته میشه، قدرت ما برای حفظ نظم ریستارتی ها، میلیون ها ریستارتی در سراسر جهان یه خورده مختل میشه. یعنی چی؟ یعنی قبلا هر جایی رو که سنگ میزدن، آتش میزدن، مینوشتن یا هر اتفاقی میافتاد، با تایید کانال ما معلوم میشد مال ماست یا مال ما نیست. ولی الان با بسته شدن کانال، که من فکر میکنم که خیلی بیخردی بوده برای بسته شدن این کانال، اشراف ما به موضوع و موضع بعضی از ریستارتی ها کم خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر جایی رو آتیش زدن و هر اتفاقی بیفته، میتونن یواشکی بچسبونن به ما. به همین خاطر مجبورم که چند تا نکته بگم و بعد بریم به سمت برنامه ریستارت. نمبر 1 این که هر جایی آتیش گرفت یا هر جایی رو زدن، سنگ زدن، هر اتفاقی افتاد، اگر آسیب به کسی رسید، بدونید ریستارتی نیست. خیلی ساده. و اگر آسیبی به کسی رسیده نشد، کما اینکه ما مردان صلح هستیم تا قیام وندتا، این لحظه که به ما حمله شد، دستوری که صادر میشه به ریستارت و ریستارت به شما صادر میکنه، تا اون موقع که از خودمون دفاع میکنیم و معلوم نیست دیگه بعدش چه خواهد شد و هر اتفاقی ممکن اونجا بیفته، تا اون موقع هر چالشی رو که کسی انجام میده، اگر به کسی آسیب رسید، مال ما نیست. اگر رو دیوار نوشته ای فوش نوشتن در کنار ریستارت، مال ما نیست. ببینید، ما از اول ریستارت تا الان نه با اپوزیسیون هایی مشورت کردیم، نه مشورتشون خواستیم.
ما کلن اولا که من اصلا واقعا احتیاج به مشورت ندارم، روی استارت که مال من نیست که مشورت کنم، یه چیزی که درسته که بداهه داره پخش میشه اما چیزی که از دل براید بر دل نشیند، اثرش هم کسی دیگه ای داده. اما در اپوزیسیون ریستارت من احتیاج به مشورت کسی ندارم، چون میلیون ها ریستارتی دارن مثلا من مسیج میفرستن، به همین خاطر به 202-746-1210 تلفن من تو تلگرام، تو اینستاگرام خیلی جاها دارن مسیج میفرستن و من همونطوری به عبارتی دارم مشورت میکنم و میدونم چه خبره. احتیاج به گروه های دیگه هم نداریم با احترامی که براشون قائلم. اگر رادیوها یا رسانه های دیگری که خیلی هاشون هم زنگ زدن محبت داشتن و میخوان به خاطر بسته شدن کانال تلگرام ریستارت برنامه های ما رو پخش کنن، که قبلا هم اجازه داده بودیم که هر کس میخواد پخش کنه، اگر از رسانه یا جای پخش شد، این دلیل بر این که ما با اون رسانه مورد تایید ماست یا موافقیم نیست. اونها دارن محبت میکنن و پخش میکنن و همه هم آزادن که برنامه های ما رو پخش کنن. یا اگر اپوزیسیونی از ما حرفی بزنه یا دفاعی هم کنه، نظر شخصیش گفته تا وقتی که ما تایید نکنیم اپوزیسیونی رو در اینجا، اون دفعه بهتون گفتم در ریستارت من تایید میکنم اتحاد بین یک اپوزیسیون و ما رو، مورد تایید نیست و همین خاطر نظر شخصیشون رو گفتن و محبتم دارن، ما کاری به کسی نداریم. پس ارتش هوایی ریستارت تحت هیچ شرایطی چالش هایی که به کسی آسیب رسیده رو در صفحات مجازیتون پخش نکنید، و اگر کسی پخش کرد بدونید که این نفوذیه. اگر شعار فوشی در کنار ریستارت رو دیوار نوشته شده باشه حتی پخش کرد، این نفوذیه. ما مؤدب‌ترین آدم‌های ایرانی هستیم از نظر فکری و نگرشی. حالا اگر یک جای یک حرکتی رو انجام میدیم، دلایلی داره برای جذب مخاطب و هیچ هدف دیگه ای نداریم. دو اینکه ما در دفاع محکمیم و قصد حمله به کسی رو نداریم. پس بسته شدن کانال تلگرام موجب میشه که ممکنه بعضی از نفوذی‌ها بخوان کارهایی انجام بدن و بندازن گردن اپوزیسیونری استارت، که شما تحت هیچ شرایطی زیر بار این قضیه نباید برید و باید بسیار دقت کنید. نکته بعدی که بسیار مهمه اینه که تلگرام مکانی بود برای ارتباط ما و شما، به حال یه سیمش قطع شد، سیم دیگرش دلهای من و توه. شما زمانی که فکر میکنی و اندیشه و خرد تکون میخوره، تحت هیچ شرایطی دیگه تو رو نمیشه برگردون به خونه اول، و میبینید که تمام گارد ویژه ما در خارج از کشور و در داخل کشور، عرضم حضور شما که بسیار باهوش عمل کردن و این هوششون و این خردشون بسیار کمک کرده تا دیگران هم بیدارشن. رازی رو که بعد براتون توضیح بدم اینه که چرا دو سه روز ریستارت ما قطع کردیم. دقت کنید، یه تبلیغات عظیمی راجع به ریستارت شد، یعنی دو اتفاق عجیب افتاد. نمبر وان، تمام رسانه ها در عرض کمتر از سه روز ما رو بردن رو صدر خبرها تا الان که در خدمت شما هستیم، و صدای ریستارت رو به کل ملت ایران رسوندن. این خیلی جای خوشحالی داشت، اما من شخصا یه ذره ترسیدم. ببینید، اگر فقط دوستان ما تبلیغ میکردن یا خونساها تبلیغ میکردن، ترسش کمتر بود. اما وقتی که دشمنان ما هم همصدا شروع میکنن به تبلیغ برنامه ریستارت و یا خبر ما رو میذارن، اینجا میتونیم این برداشت رو هم بکنیم که ممکنه قراره که از فاز یک وارد فاز دو که جنگه بشیم. چرا؟ زیرا که این بار اون خوشگله به ملت ایران داره میفهمونه که کسی بعداً از ایرانی‌ها نگه من نفهمیدم ریستارتو یا نشنیدم ریستارتو. یعنی تبلیغات گسترده شدید ریستارت حسینی رو ترسون از این که نکنه قرار از فاز یک وارد فاز دو و جنگ بشیم، و در اون صورت قطعاً ریستارت تعطیل خواهد شد و اون اتفاقاتی که نباید متاسفانه بیفته خواهد افتاد. و دلیل پخش تبلیغات ریستارت به این قدرت
توسط دو سیم بسیار افتضاح رادیو پسو نشانگر این بود که پیام اون خوشگله ملت ایران اینه که آقا همه تون دیگه شنیدین، باید تصمیم گیری کنید یا پشت ریستارت میسید و هنرمندا، اپوزیسیون ها، گروه ها و تکلیف رو یه سره میکنیم، یا اینکه سکوت شما بسیار خطرناکه. همینطور که حرف بی جا بعضی مواقع خطرناکه، سکوت بی جا هم خیلی خطرناکه. و اگر بینی که نابینا و چاو هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. و متاسفانه یه خورده به ذهن من خطور کرد تا پنجشنبه، یعنی امروز وایسادم که ببینم برنامه دست داره قطع میشه و چون فرمانی صادر نشد ادامه‌شو دادیم. از هرچه بگذاریم، سخن دوست خوشتر است. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری، زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگره چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوزا چنین باشه. یعنی شیر حمله میکنه، حالا اگه یه شیری یه بچه آهوی رو گرفت و نخورد و نکشت، این زلزله است. یعنی زلزله این کوهی که روبرو شماست همیشه آتش فشان نمیکنه کوه دماوند که یهو آتش فشان میکنه. این آتش فشان کردنش شما، یعنی میشه گفت نظم رو میریزه به هم. و اینکه آهوی توسط شیر بخشیده میشه، این هم نظم طبیعت میریزه به هم. نظم طبیعت این است که خره علف میخوره و شیره خره رو قطعا میخوره. حالا اگه این خره رو بخشید، این بیت یعنی این، اگر خره رو بخشید خلاف قوانین طبیعی جهان حرکت کرده. کار معده شما هم همینه. ببین اصلا بدن تو که نگاه کنی کلا جهان هستی رو میفهمی. واقعا یک رگ نمیدونه که پشت کلیه است یا جلو کلیه است، اصلا نمیدونه ربطی به چشم داره یا به گوش داره یا نداره. اصلا خودت تو به دنیای پر از کهکشانی بدنت که وارد میشی، میبینی سلولی که زیر ناخون سبابه شما وجود داره شاید هیچ چیزی از تصویه کلیه یا از قدرت فوق کلیوی چه اطلاعاتی نداشته باشه. اما زمانی ما متوجه این میشیم که بدن در دفاع همچون تصوف بسیار محکمه که سوزنی به بدن زده میشه، میبینیم که کل بدن همزمان این موضوع رو میفهمن و بر دفاع کردن بر خود فکر میکنن و تصمیم واجب میگیرن. یعنی بدون اینکه تو بفهمی چیزی سمتت پرت میشه، کل بدن ازش فرار میکنه. اما تا قبل شاید اطلاعاتی نداشته باشه، شاید شما خبر نداری خر برای چی به دنیا اومده، شاید من و تو خبر نداشتیم در جهان هستی چرا مورچه لای زیر یک علفی، لای یک درختی توی یک شهر یا دهی یا کوهی که اصلا هیچ کس نرفته اونجا تا الان داره زندگی میکنه و از نظر تو این موجود اضافه است و چرا وجود داره. اما زمانی که سوزنی به جهان هستی زده شه، اون وقت میفهمید که وحدت وجود یعنی چی. یعنی یک پارچه قیام جهان هستی رو بر علیه اون موضوع میبینی. مغز انسان به دو قسمت تقسیم میشه. این رو بگم چون دوتا بیت بعدیش هم باید این مشخص بشه. به هر حال جام می و خون دل حافظ میگه از قبل دادن، یعنی بیلیارد سال پیش دادن. خدا بود یعنی هو بود، بعد انسان بود. پس این دوتا موجود از اول بودن، ملائک و فرشته و جبرئیل، خلاف داستان ادیان بعد از وجود در اصل روح ایلیا یا روح اصلی انسان کامل بوده. یعنی اول هو بوده،
و هو برای شناساییش انسان کامل رو آفریده، یعنی یک روح عظیم رو، تا بشناسه این هو رو، وگرنه هو شناخته نمیشد، زیرا که هیچ خری به وجود میدان مغناطیسی یا تولید یک اتومبیل یا یک هواپیما یا سوراخ شدن لایه اوزون فکر نمی‌کنه. خر فقط علفش رو می‌خوره و تمام موجودات جهان هستی، حتی ملائک که بسیار در عالم ملکوت نمای موجودات بزرگی هستن، اونها همانند یک کامپیوتر عمل می‌کنن. در اصل میشه گفتش که اول هو بود، بعد یک موجودی آفریده شد به نام انسان کامل یا بت جهان هستی، و بعدش عالم ملکوت تولید شد. همینو در بدن انسان لحظه‌ای که در شکم مادر داره تولید میشه میبینیم، یعنی عالم ملکوت بعد از تولید فضای جسمی اینا به وجود میاد که صحبتاشو کردیم و توضیحاتش رو دادیم. جام می و خون دل از اون موقع دادن، حالا کجا دادن؟ تو کوانتوم چجوری به ما رسیده و چرا ما در این بازی جهان هستی داریم حرکت میکنیم؟ این خودش سوالای بسیار مهمیه. چون بیت اول در مصرع اولش میگه کی شعر ترانگیزت خاطر، به همین خاطر در مصرع آخرم راجبه خاطر حرف میزنه که میخوام امروز برنامه رو تموم کنم توی غزل شماره 161 حافظ صوفی بزرگ. به همین خاطر یه کوچولو توضیح بدم. مغز هر، یعنی عقل هر بشری در جهان هستی به دو قسمت در اصل تقسیم میشه، قسمت قدیمی، قسمت جدید. یعنی کل مغزی که توی جمجمه شما هست به دو قسمت تقسیم میشه، قدیم و جدید. جدید به دو قسمت تقسیم میشه، خیال، قیاس، گمان، وهم یا همون خیالات. یعنی سمت راست مغز شما کار خیال رو انجام میده، یعنی تمام اتفاقاتی که برای خیال و قیاس و گمان و وهم شما میفته در سمت راست جلویی مغز شماست، یعنی مغز جدید شماست. و سمت چپ بهش میگن تفکر، یعنی هر آن چیزی که به خیال شما میرسه که سرعتش از سرعت نور قوی تره. در کوانتوم سرعت خیال غیر قابل تفسیر و یا فکر راجبش، چون سرعتش انقدر بالاست که فعلا میشه گفت پرسرعت ترین موجود جهان هستی خیاله، یعنی یک موجوده. یعنی در خیال شما به سادگی میتونید در عرض یک ثانیه هر جای جهان هستی باشید، به شرطی که اون تصویر سازی رو از قبل در مغز شما در اصل گذاشته شده باشه. یعنی اگر شما به ماه رفته باشین، وقتی برگردی خونتون، یک ثانیه بعد شما خودتون در ماه میتونید ببینید. این سرعت بسیار زیاد خیال سرعتیه که در سمت راست مغز شما، یعنی مغز جدید شما موجوده. سمت چپ کارش چیه؟ سمت چپ کارش اینه که هر چیزی که از سمت راست میاد بیرون راجبش فکر کنه، یعنی هر چی از سمت راست میاد بیرون، شما خیالی که به ذهنت میرسه، سمت چپ مغز جدید به شما میگه که این فکر درسته یا این فکر غلط. کل تصوف مسیر نفس به سمت عقل و مسیر عقل به سمت قلب، یعنی همین خاطر، یعنی ضمیر. یعنی مسیر تصوف دقیقاً از نظر عرفان و تصوف یعنی این که شما روشی رو یاد میگیری که بتونی سیر و سلوک کنی از درون نفس درونیت. یعنی این کار نفسیه، نفس در کجاست؟ در قدیمیه، یعنی در مغز قدیم شما نفس قرار داره، پی اعصاب، هیپوتالاموس مغزی که اون مخچه که اون پشت دارن توضیح میدن، هر چیزی که هست. و شاید چیزهای بسیار زیادی که مال چند میلیارد سال قبل شماست تو مغزتون هست، هنوز فعال نیست، یعنی عکسشو نمیبینی. به همین خاطر بعضی ما ممکنه خوابی میبینی جایی بودی که اصلا نبودی، یا کسی رو میبینی فکر میکنی قبلا دیدی و اصلا شاید ندیدی، یا خیلی چیزهای دیگه. یعنی سلولهایی که هنوزم جامعه بشری نمیدونه توش چه خبره. مغز قدیم، مغز قدیم، هر آن چیزی که در قدیم باید باشه توی این مغز هست، اما هنوز نتونستیم این هارد رو باز کنیم یا بخونیمش یا وصلش کنیم به یه لپتاپ ببینیم توی این مغز قدیم چی میگذره. اما تو مغز جدید خیال و قیاس و گمان و وهم که به وجود میاد، وقتی در ذهن شما به وجود میاد، این سمت چپیه مغز جدید یعنی فکر به شما میگه این کار خوبه، این کار بده. نفس
مسیریست برای بدن شما. هر گونه شهوتی در حس لامسه یا پنج حستون، که پنج حس ما نداریم، ما بیشتر از پنج حس داریم، در نظر علمی هم حتی بیشتر از پنج حس میرفت توضیح دادم، ولی هر چیزی رو که مربوط به ملک عالم ملک جهان هستی هست، در اصل میشه گفت تمام اینا در نفس قرار میگیره که اینشون عالم ملک. روش رفتن از عالم ملک یعنی نفس به سمت عقلتون میشه عالم ملکوت. اینجا به بعد عقل دیگه کاری نمیتونه بکنه. یعنی شما برای فهمیدن جهان هستی و بزرگی انسان کامل هو و هر آن چیزی که در جهان موجوده، از کجا آمده یا آمدند بهره چه بود، اصلا تا از عقل به سمت دل حرکت نکنی هیچ نمیفهمی. از اینجا تصوف میاد وسط. درسته که بهترین روش تصوف از حرکت از نفس و عقلم توضیح داده، اما دعوای بین تمام جهان هستی و موجودات جهان هستی، آدمهای جهان هستی، با تصوف فرقان از اینجا شروع میشه. یعنی مسیر عقل به مسیر قلب، به این میگن خاطر، به این میگن ضمیر بشر، هر چی تو میگی اسمشو میذاری. یعنی یک چیزی در نهاد شما وجود داره که این سیر و سلوک رو در عطار میبینیم، این مسیر حرکتی رو در شعر سیمرغ میبینیم. یعنی هدهد که شاید نمادی از سوفیسم یا انسان کامله، وقتی که تمام این پرنده ها رو و موجودات رو حرکت میده به سمت قله قاف برای دیدن سیمرغ، همه اینها در مسیر را خیال داشتن و این خیال ها آداپته شده یا تغییر کرده برای فهمیدنش که به فکر تبدیل شده. اما خلاصه 30 تا از اینا میرسن اون بالا و هدهد بهشون میگه که ما 30 تاییم که الان اینجاییم، سیمرغ ما 30 نفریم که اینجاییم، سیمرغ یعنی همین ما. این عجیب ترین داستان تاریخ، شاید میشه گفتش که عرفانیه. یعنی چی؟ یعنی انسان کامل حتی نمیگه منم، میگه ماییم، ما سیمرغیم. یعنی من اومدم 29 تای شما رو نجات بدم که بشیم 30 تا مرغ، که سیمرغ رو با هم ببینیم. پس دیدن سیمرغ توسط الله یهوه یعنی انسان کامل فقط وقتی دیده میشه که سیر و سلوک شما از عقل به سمت دل حرکت کنه. یعنی زمانی که درست رسیدی به کوه قاف، یعنی عقل شما رو تا قله قاف میرسونه. قله قاف شما برای دیدن سیمرغ حتما باید حالا به دلت رجوع کنی. خیلی سخته. شما از عقل به سمت دل راه و روش رو بلد نیستی، هیچ راه و روشی رو بلد نیستی. شما اصلا نمیدونی که ساعت مثلا 4 صبح پشی چی میشه. شما اصلا نمیدونی که ماتریکس رو چجوری میشه باز کرد. من مدیتیشن میکنم، بکن. کار مهمی هستن شما انجام، کار پزشکیه. من با چشام یه چیزی رو تکون میدم، تکون بده. مرتاضا هم این کارو میکنن. مرتاض رهزنه. مرتاض دروغگوئه. مرتاض کار اپلیکیشن ها رو داره انجام میده. من الان میتونم یه اپلیکیشن بذارم توی موبایل شما به نام تلگرام، من حرف میزنم میذارم تو، شما اونجا دانلود میکنی. پس اونم میتونه ببینه تو خونه شما چیه، دانلود کنه توی هندوستان گوش کنه. کار اپلیکیشن انجام میده، هیچ کمکی به تو نمیکنه. ثبات هیچ کمکی به من تو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای اینکه اینجا صحبت سر عقله. کارهایی که مرتضی میکنن یا حرکتهایی که انجام میدن یا نیروهایی که دارن، اینها بر اثر ممارست و تمرین و فشار و عذاب جسمه. در صورتی که برای رسیدن به هو حق نداری شما جسمتو در تصوف اذیت کنی. این خودش خیلی مهمه. شما حتی حق نداری که خودتو بکشی، حق نداری تو گوش خودت بزنی، حق نداری ناخونتو بکشی، حق نداری پاتو زخم کنی. همه اینها از شما سوال پرسیده خواهد شد. میگن این جسمتو به شما دادیم، شما باش چه غلطی کردی حسین؟ از من سوال میشه. پس فرق مرتاض، روحانیت ادیان در اینه که شما رو برای رسوندن به عقل تو مسیر روش رسیدن نفس به عقل، شما رو به ریاضت دعوت میکنن. میگه پشو روزه بگیر، پشو نماز بخون، پشو فلان کن.
در صورتی تصوف شما رو به فکر وامی داره و بعدش میگه خیلی ها هستن که نماز و روزه و خمس و اینا دادن تو جهنمن، در جهنم فکری. پس راه نجات نمیتونه نماز باشه. ببینید اصلا از ریشه میره زیر سوال. کی شعر ترانگیزد؟ خاطر که حزین باشد. دل شکسته تن خسته میخرن اینجا. اینجا حرف مفت نمیخرن. اینجا باید راه رسیدن به اون قضیه رو با اصول دین بفهمید، نه فروع دین. ببین خیلی واضح دوباره تو یه خط توضیح بدم که برنامه رو بتونم اینجا تمومش کنم یه جوری. ببین شما برای فهمیدن هو باید اول اصول دین رو درست کنی. اصول دین کجاست؟ تو کتاب نیست. تمام آخوندها و کشیشا و خاخامها اینو میدونن. توحید تو کتاب نیست. شما 50 میلیون کتاب بردار بخونه، توحید یعنی این، توحید یعنی اون، توحید یعنی این، توحید یعنی اون، هیچ چی نمیفهم. عدل تو کتاب نیست. درسته که تو جامعه میخوای عدالت رو برقرار کنی که هیچ وقت هم نمیتونی، چون عدالت از نظر ننه من اینه که همه حیوانات کره زمین قرمه سبزی بخورن، ولی عدالت واقعی طبیعت، قانون طبیعت اینه که خره علف میخوره شیر خره رو میخوره. شما اصلا نمیدونی عدالت کجاست که بهش نزدیک بشی. نبوت توش نیست، معادم توش نیست. شما نمیتونی معاد کنی، شما نمیتونی برگردی. شما برای این که روحی که ازت اومده به یک کره زمین توی یه دی ایکسی توی یک فضای جزئی داره زندگی میکنه تا حافظه رمت و سیستم هاردت اینا درست بشه برای یک موضوع دیگه، تو این فاصله برای بازگشت به انا لله انا الیه راجعون راهی جز تصوف و عرفان نداره. اصلا روش دست اوناست. یعنی اونا یه فرمولی بلدن، یه رازی رو بلدن، یه چیزی رو بلدن که شما وقتی انجام میدی میتونی بهش برسی. آیا این انجام میدی بیرون شماست؟ نه. پس اصول دین کجاست؟ یه بار مرور میکنی. اصول دین تو بدن توه، یعنی تو توه. فروع دین خارج شماست. پس فرق اصول دین با فروع دین در اینه که دعوای کشیش خاخام آخوند با اهل تصوف در اینه که اهل تصوف میگه اصول دین درون شماست، بیرون نیست، با نماز نیست، نماز بیرون شماست. بعد دلاشی، یعنی بیرون نگاه میکنی روبرو آینه دلا میشی، میبینی دلا شدنت رو، ولی روبرو آینه توحید رو نمیبینی، تو دلت نبوت رو تو دلت نمیبینی. شما با دیدن یه آدم نمیتونی بفهمی دینش چیه. باید دلا شد، میگی رفت رو رکوع، میگی مسلمونه. از چپ و راست و بالا حرکت کرد، میگی این داره صلیب میکشه، مسیحیه. یعنی شما از بیرون میفهمی دین فرد رو، در صورتی که تصوف میگه دین در درون آدمه. و تا اصول دین رو نفهمی فروع دین رو نمیفهمی. به همین سادگی. یعنی من باور کن دیگه مطالبی رو که توی عرفان دزدیدم توی این چند هزار سال گفته شده و داره بیان میشه و این اجازه داده شده که من و تو بفهمیم، خیلی واضح دارم توضیح میدم. واقعا اصول دین در بدن آدم نیست، توی آدمه. پس شما باید توحید رو تو خودت پیدا کنی. یعنی باید بدونی که شرک یعنی چی. یعنی شرک تو توه. وقتی شرک تو توه، پیدا کردن انسان کامل تو توه. پس تو بدون اینکه احتیاج داشته باشی بری وایسی یا بشینی بخونی، هر چیزی که بیرون توه و وارد تو میشه، باید تو یه دونه قاری که بسته است نیم در نیم شما رو اونجا گذاشتن این رو بفهمه. توحید رو مادر در عشق بچه میفهمه. یعنی شما وقتی که به یک افعی نگاه میکنی، به یک شیر نگاه، یا به هر موجودی نگاه میکنی، دفاع از بچه تو نهادش، یعنی توحید خالص عشق مادر به بچه رو داره در نهادش. مادر نمیره کتاب بخونه چجوری عاشق بچه‌ش. این خیلی ساده است. شما عدل رو بعد در درون خود پیدا کنی. پس یه برایند روحای درونی در تو وجود داره که یک روشی پیدا میتونی بکنی که باش پیدا کنی عدل رو در بدنت.
نبوت رو باید پیدا کنی، باید بدونی که پس به هر دوری ولی قائم است. یعنی از درون خودت باید اون ولی و قائمی که دوستان دارن میگن از اون بالا کفتری میاد، یک نان دختری میاد، یا مسیحی ها میگن بر میگرده عیسی، یا یهودی ها میگن مسیح بر میگرده، یا تمام ادیان اعتقاد دارن از اون بالا کفتر میاد یا یک نان دختر میاد، یا بجز تصوف عرفان که میگه اصلاً کاری به این نداشته باش که از اون بالا چی میای، الان ببین چی داری. و همین خاطر شما رو به خرد و اندیشه وادار میکنه. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشود از خاطر، که این سابقه پیشین تا رو پسیل باشد. اگه میبینید حافظ رنده، رندی رو میفهمه، نگرشش رو میفهمه، مال میلیاردها سال پیشه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. دیدم این روش عرفان و تصوف رو فقط اهل عرفان و تصوف میتونن بفهمن. یعنی قطب باید عالم افلاک را، یک نفر فقط در جهان هست که با هو ارتباط داره، اون اجازه داره که صوفی تربیت کنه که شاید 7-8-10 تا در جهان هستی است و میره به صورت تصاعدی عددی و هندسی به تعداد بشرهایی که میتونن این موضوع رو بفهمن. پس این خاطر نکته بسیار عمیقی داره. یعنی این خاطر اصول دینه، یه چیز در درون توه، اصولی است که باید تو در درونت بفهمی و تو هیچ کتابی تو نمیتونی اینو پیدا کنی و نه وقتشو داری که میلیون ها کتاب رو بخونی شاید یکیش درست باشه و نه میتونی چیزی رو پیدا کنی. اینو بهش میگن کلن تصوف و عرفان. اینو میگن که یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. برای چی خوشحالی تو؟ کدوم ابلهی از قطار پیاده شده شروع میکنه خوشحالی از این که مثلا اونجا یه بازاری تو اون شهر وجود داره؟ چون 5 ثانیه بعد سوار قطار بشه بره، پس اون بازار رو نمیشه فهمید. یه بازاری داره، فکر کن الان شما، من سوار قطارت میکنم میبرم پاریس، شما 1 دقیقه وقت داری، زیر 1 دقیقه و 1 ثانیه، حالا مثال میزنم، 1 دقیقه وقت داری پاریس رو ببینی. از قطار که پیاده میشی صدا میشه سوار شی، برای چی خوشحالی؟ کل زندگی یه چشم به هم زدنه این 100 ساله، برای چی خوشحالی تو؟ نمیدونی از کدوم سوراخ اومدی بیرون، بعد اومدی فهمیدی، حالا نمیدونی به کدوم سوراخ میری، بعد که رفتی میفهمی. تو این قطاره چجوری شما فکر میکنی که حال داری میکنی؟ میرخصی برای خودتون، پایین پیاده شدی، آدم میکشی، زندانی میکنی، میگی حرف نزن، پول میدی صداها رو ببندی، تلگرام بسته میشه، یه ثانیه تو خوشحالی بسته میشه. ما خوشحالی باز این که چه بسته شه چه باز شه، هیچ فرقی نمیکنه. این خوشحالی تو بیمار روانی، دروغگوی اگه بگی من پاریس رو دیدم، تو یه ثانیه از قطار پیاده شدی دوباره سوار شدی، بله من پاریس بودم، اصلا دروغگوی، هیچی تو نهیدی از پاریس، نمیدونه غذاشون چیه، افکارشون چیه، کافیش کجاست، هیچی از پاریس نمیدونه. دوباره سوارش یافتی کرمان، پیاده شدی دوباره سوارش شدی، بله کرمانم دیدم. کلن زندگی تو فکر میکنی این چیزی دیدی حسینی، حسینی هیچ وقت چی ندیده. به همین خاطر بی نهایت بعد در جهان وجود داره و بی نهایت فهم در جهان وجود داره. یعنی عرفان انسان کاملا متفاوته. شما هر چی به درختی نزدیکتر میشی میفهمی در تاریکی این درخت سیبه. من ممکنه مثلا بفهمم این درخت سیبه مثلا، ولی یک صوفی نگاهش به این درخت اگه انسان کامل باشه اینی که ذره ذرهش زیر تلسکوپ، زیر میکروسکوپ، از دور تا نزدیکش فرق نمیکنه، از کهکشان راه شیری تو تلسکوپ میبینه این درختو و نزدیکم تو میکروسکوپ میبینه زیرش چیه و به مزه های این درخت هم آشنایی داره، به میزان فهمش و به میزان تفکرش. شما را میسپارم به اصول دینی که در درون شماست
و ادیان میخوان پول بگیرن چیزی که در درون شماست و بیرون به شما بفروشن. این خود دیوونه کننده است. مثل اینکه من مغازه وا کنم و بگم هر کی بیان اینجا $10 بدین پلک بزنیم، بعد میگه آخاش عزیزم من خودم پلک میزنم، میگم نه 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 من پول بدیم من واسهتون پلک بزنم. شما رو به اصول دینی میسپارم، تا توش نباشی فروع دینی وجود نداره. تا تو نماز رو در خودت پیدا نکنی، تو خودت رکوع نکنی و سجده به انسان کامل خودت، بیرون هیچ چی رو پیدا نخواهی کرد، سجده نخواهی کرد، رکوعی نخواهی کرد. گرمی حالیت نیست و فکر میکنی دین داری. صلیب میندازی و عربده میکشی، ستاره داوود میکشی و چه بالا میکشی چه پایین میکشی، حسین حسین میکنی و عمر عمر، کلهم رو هواییم همه. باز هم من چیزی از خودم نگفتم، از تصوف و عرفان تقدیم شما شد. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. بدرود. گوش عشق آری زبان خواهد بهش، فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد بهش، فهم عشق آری بیان خواهد بهش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش